Sino en salsa. Sino en salsa. Fio so salsa. Fio so salsa. Salsa. Hop salsa. Hop salsa. Ri salsa. Ri salsa. Kare. Kare. Sino te salsa. Sino te salsa. Kare sha. Kare sha. Sakhis. Fio khi salsa. Fio khi salsa. خیو زار زیر خیل زار زیر خیل زیر خیل سخه سخه زاتو زن سرزد زاتو زن سرزد زیو غین زیر زیر زیو غین زیر زر 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 این حالا این یکی لام اضافه میشه این بالاش میشه زر لام الف لا زر زر لا زدگلو اگر لاوالفلو این زدگلو تونستی هیجی کنی دیگه همه قرآن میتونی هیجی کنی من او میتونم باره اولو من پنجمیه او ششمیه دیگه باقی نمیدونم حالا اسم او کیه؟ اینا من نمالک خواه من اشناسم چیه؟ یمیل نیست. یه خانم آدم هست. یمیل. شما دکتر منی. آرزو. یه اسمی آرزو. آرزو که نامش نوشیش هم. نامه آرزو. آرزو. یادم نیست. چاشو نامیونه. پیر شدیم باید. اسمش حاجی طاهره. حاجی طاهره. با خود یادم میاد. بگم من چشمت نمیره پیر شدی این بار. این بار پیر شدی. بگم پیر شدی چشمت نمیره. پیر شدی. خیلی بری مله رفتن و خیلی ها دارم با. اگه وقتی خودم بروم نبو مله را من میفهمیدم باز کن مگرف میبردم. به شما رو ما گفتم چرا دو پیوش نومدی نومده. ما گفتم حالی بچه که هر بوده رو میه یه اگزار نمیه نایو. ما گفت با هر رو بیا تا جا خونه خود بیا بردش اقیده خوب بودن که نمیدونی فاطمه داره، فرزند حاجلی داره، یه فامیلیش از کربلا گرفته. شیش سالم بوده که رفته بودم مولا. مولا که رفتم خیلی مولام خوب بوده، زنه پیر سال من بود ولی خیلی مولای خوب بود. الف بایی که در من گذاشت، الف مثلا مثل ردیف قدیم که همیشه تالا الف و بی و تی و سی و چی عبجد و عبد و چی میدونم اونایی که همه مولا یاد میدن سر بر زیر دو سر دو بر دو زیر مد بکشم جد بر هم دنم تشتی را شخ بگویم دوبار بگویم الف هم دنا به جای الف بشناسم به و اینه پیوسته ته و اینه پیوسته کافه کوفی، کافه داری، کافه سرکش، کافه کتابی چهار تا اسم داریم چهار تا اسم حروف هکت قرآنی پ و
ژو چو گاپ. من خودم که 3 سالم بود بابام مکتب خونه داشت، بچه‌ها میمدم اون خونه، من هرچی میگفتم بلد میشدم. وقتی میرفتم به بابا میگفتم بابا فرنکه اونطور خون. قرآن هشیده نمیدونم چی قدر وقت، خیلی طول نکشید جا خوندم. 3 سالگی جا خوندم. 8 سالم که شد همه چی بلد بودم، قرآن، کتاب، حافظ، همه چی خونده بودم. و بچه مرده مردم فهمیدن که بده جمعه همه چیو میتونم بچه آشنا آوردن. بچه های بزرگتر خودم میمدن مرده. یه وقتی بزرگتر شو میکردم میزدمشون میزدنم. میزدنم به بابا گریه میکردم میگفتم بابا فرده کسو زد من. شاگرد خو اولیا نداشتم، بعد هم که چند تا بچه داشتم و ایت خونه بودیم و اینا، یعته اومه گفت یعته بچه بیارم، گفتم بیار، یعته دیه اومد بیارم، گفتم بیار، دوتا دیه اومه گفتم بیار، یعته بیارم، یعته یعته اردم، بالاخره از دم خونه تا این حوز خونش مگفتم، 20 تا 30 تا 40 تا بچه بوده. ما هم جده به جده درسش اومه دادیم، هم بیا پیش دو بالا هرچی اومده بوده. مدرسه که رو میشو بچه همه میرفتن. دوره مدرسه که تعطیل میشو میمدن. روگه بود 4 تا 5 تا اونایی که هنو مدرسه نرفته بودن میومدن. پدر بزرگ بند مرحوم اسد هاشم فقیهی حدود 120 تا بین 120 تا 25 سال پیش مکتب خانه ای رو درست کرده در حجره ای که توی کاروانسرای بافقیا داشته. اما صرف نظر از ایشون که بعدا معروف شده بودن به اسد هاشم مکتب دار، خانواده ما اصولا با مکتب داری و ملای قرآنی اصولا شناخته می شدن. مادر بزرگ من مکتب داشتن در خانه و بعدا ایشون مادر من سالها که در کودکی ما بود مکتب داری می کردن و به اصطلاح ملا قرآنی بودن. لام ماله کاف زیر که یو باب سیو سریو دیگه. یه روز در خونه داشتم خودم آپاشی میکردم، یکی دختر همسایمون داشت میرفت ملا قول خودم. امار مادرم هم گفت که بیه برو دختر، بیا امره دختر همسایه برو اینا. گفتم باش. اومدم رفتم، آماده شدم و رفتم. وقتی رفتم خونه ملا چند تا شاگرد داشت و به منم گفت بشین و اینا. وقتی نشستم برای که خوندم از همین کتاب هجی که اولشان کلمای هجی قدیمی هست، وقت اینا رو یادم داد و رفتم سر حروف الف و الف رو یادم داد و درس اول و دوم و سوم اینا همه رو داد برای که دنبال هم درسم دادن. ما همش تندتون مخونده میرفتیم جلو. امبار گفت که همین تو بودی که میگفتی من نرم قرآن خونی که یاد نمیگیرم. گفتم بله من خیام کردم اصلا یاد نمیگیرم. و اتفاقا اگر امرو همش من کتاب درسات بدم همش یاد میگیری. تو این محل کسی ملا نبود، چون کسی ملا نبود فقط یکی مادر ما بود و او هم سابقه بسیاری داشت، چون از سن تقریبا 10-12 سالی که مادر ما بچه ملا داشت، یعنی خودش همینطور که ملا برفته بچه مولی هم داشته، خیلی هم دانش آموز داشت، شاید بعضی وقتا نزدیک به 70-80 تا دانش آموز داشت. اینجا رو سمت راست دختر خانم ها میشستن و سمت چپ آقا پسر ها میشستن. اون زمان طاغوت بچه ها خیلی کم میبرننشون مدرسه، مخصوصا دختر خانم ها اصلا بد میدونستن که ببرنشون مدرسه.
آقایونم بچه پسرام خیلی کم میرفتن مدرسه، یکی دلیلش هم این بود که شاید دلیل مختلف باشه، یکی دلیلش بود وضع مالی بچه خوب نبود. یعنی مامی دادش مگه اینجاه، او سن مثلا 15 سالی گرفته مدرسه قبل نم. چرا برای که وضع بابای ما خوب نبوده نمیتونسته تم میکنه. خب مثلا بابا من که میخواسته بره سهر و کشاورزی دادش میرفته کمکش، یعنی باید میرفته. یا بعضی وقتا که منم یادم میرفتم اونجا گندم میچینده کمکش، اصلا نمیذاشتم بچه ها برن درس بخونن. خب خانم ها که از من میگفتن سلا نیست و خوب نیبرن نمیرفتم، به خاطر همین بود که دانش آموزی که میومدن برای ملا و بچه ملای و مکتب خونا بیشتر از امروز. و الان الحمدلله امروز دیگه وضع دانش وضع مدارس خیلی خوب شده، همه بچه ها رو میبرن، دختر پسر همه میرن. از جمله از موقوفات قرآنی میتونم به موقوفات تاجر تهرانی اشاره بکنم و وقفنامه های دیگه ای که داریم که اینها یک املاکی وقف شدن تا از درآمد اونها برای ترویج فعالیت های قرآنی هزینه بشه، که نیتاش هم به این صورته که بعضی از اینها وقف شدن برای اجرت معلمی که درس قرآن به بچه ها یاد میده. نمونه های دیگرش داریم برای هزینه های مکتب خانه های قرآنی، که مکتب قرآنی هزینه هایی که دارن از درآمد این موقوفات تامین بشه. همچنین موقوفی داریم در شهرستان یزد که نیتش اجرت معلمی هست که به کودکان بی بضاعت قرائت و تلاوت قرآن رو یاد میده، که حتی این هم از دید واقفین ما نمونده و حتی برای این هم موقوفه داریم که واقفین وقف کردن املاکشون رو که کودکان بی بضاعتی که اون در بضاعت مالی رو ندارن که قرآن رو یاد بگیرن، اجرت معلمش از درآمد این موقوفات داده بشه. گفته بودم پول ارده بودن یه ریال، پنشه، دهشه، دو ریال، وقتا خود مثالا نبود ارده بودن و توب خریده بودن، یه این زمین که حالا یه خونه شده اینجا زمین بود، خونه روبه روی که درش اونجا پیده اون مال ما بود، مال من بود، اون خونه بودم، این زمین بود و بچه ها میمدن تو مثلا وقتشون میدادم وقتی ما خوندن حتیشون زودتر میخوندن، میگفتم بلا میا حتیشون زودتر خوندید که مختت ناجا خوندید بودید بازی کنید، میمدن تو زمین ها تو بازی میکردن، وقتشون میدادم که بخونن، نمیذاشتم که دل سرد شم، میگفتم بازی کنید که بخم بیان. از جمله موقوفاتی که با نیت فعالیت های قرآنی و برای رونق گرفتن مکتب خانه های قدیمی و تأمین هزینه هایی که این مکتب خانه ها دارن، که اصلی ترین از این هایی که دارن یکی حق و زحمه ملایی هست که داره زحمت میکشه برای تعلیم بچه ها، برای آموزش قرآنشون، و یکی هم اون لوازمی که نیازه، اون تجهیزاتی که نیازه که بچه ها تشویق بشن در کنار آموزش قرآن، تشویق بشن و جذب بشن برای اینکه قرآن رو بیان یاد بگیرن، که اینها قدیم که بوده ما توی وقفنامه داریم که مثلا خشکبارهایی تهیه بشه برای اینکه بچه ها وقتی میان توی مکتب خونه برای تشویقشون این خشکبارها بهشون داده بشه و تشویق بشن و شوق پیدا بکنن نسبت به یادگیری قرآن، یا اینکه هزینه‌ای برای فعالیت‌های دیگه‌ای در کنار آموزش قرآن، که نتیجتا همه اینها منتج بشه به این که اون فردی که اون بچه‌ای که داره قرآن رو می‌خواد یاد بگیره شوق و ذوق پیدا کنه برای اومدن به مکتب خونه، به اومدن به فضای کلاس قرآن. در واقع اون روز بچه‌ها صبح که می‌خواستن بیان ملایان یا مکتب خونه می‌خواستن برن، با شوق می‌اومدن، با ذوق می‌اومدن. البته در این حال اقتدار معلم، سنگینی و صلابت معلم هم را در نظر داشتن، یعنی ملا را. مورزین الرحمن، مورزین الرحمن، هی بهو، هی بهو، و بلام سبل هو بل، هی بلو، و بلام سبل هو بل، تیوتی صفت، تیالیتا فتا، تیالیتا فتا، هی بلام به هل فتا هل، هی بلام به هل فتا هل.
ای سرعه لامیه زلی علی میمنوزی مل علی مل هو الفتاح العلیم شوهر من صبح میرفت سر پور کارمه که برمیگشت بچه ها آزاد شده بودن بچه ها مثلا بعد از دارن که بچه ها میمدن او دوباره میرفت در یک بار صبح ساعت تابستون بود ساعت شش میمدن ده میرفتن یا عدهشون خیلی بودن ساعت دوازده میمدن دو میرفتن سه میمدن پنج میرفتن تابستون ها که دوزا بودن بود وقت بود که زن بچه هاشون میرفتن خونه مادر هم میمدن مولا زن های که سه تا چهار تا بچه داشتن میمدن مولا و قرآن خون شدن و بده که تعمیر قرآن بلد شدن و درم میگم بنده خدا خودش میمن مولا رفت بزرگ شد و دوما شد بچه بچهش مفتسید بچهش گنده شد آدوس شد رفت دخترش پوشت خوش میمدن مولا یکزه ببر بود یکزه بود دار زیر بد دار و یه زردی بدی نوزینه بدی فی صرفه زالن افضا فضا لام زیله فضاله کاف و لام سر کرد فضاله کرد جوش با بی هم بزنیم چه به ستب به زیبه تبه اینه و با او تبه او و به نمنو سمال نمتونه میشون سمال بگم باش لام هم بزنیم نمنو سمال لامال لام اللو یسی سایه علس اه یس اه لام بلو یس الو کفو میبکم یس الو کم علف باشی جی هم بزنیم علی جی ساعت رجو سهران آجران دخترگاه یک بار اولا دخترگاه خونه میکردم پشت سرشون را کل اغمر پستیدم گرگه بایی میستم بعدش پسرگاه یه جه بایی نمیستیدم گفتم مول بالی سر کل اغمر پستیده میره خبرش ببره به جیبی خونه رو گو سبه می سمه و مه لام زیلی و ملی یه سایه و ملیه لول لا علی باشه این هم بزنیم لام می ملی ما می ملی ما لام سیه ماله لام لیه می ملی ما لام زیلی ماله یه سایه مالیه تابستون خونه بود تو صفو می شستم بچه ها چا این یکی برش پسرا بودن یک برش دخترا بودن وقت سعی میکردم من بچه هم همشون هم را باشم چرا که میخواستم یک بار که من میگم همه گوش کنن دیگه ایقه من باشه او نگم و باشه او بگم من تا وقتی که مخوندم که همه مخوندم با یکی یکی سبه کار مخوندم من گوش میداشتم ببینم که همشون بلد شدن یا نشدن زمستون اگه میمه سرما بود یکی اتاق داشته یکی کرسی که کچوک داشته میکرد مقل کچوک آدیش درست میکردم صبح لاپ هم میکردم، کرسی میذاشتم، بچه ها میمدن پا میکردن زیر کرسی که سر باشون بود خودم هم میشستم پاشون که یک مثلا کار داشتم، مصور رو برمیکردم، کاری میکردم و یادشون میدادم مخوندم بعد از اینکه کل قرآن را میتونستن بخونن، روان خانی داشتن و اینها معمولا در مکتب خونه ها، بعضی از مکتب خونه که خیلی هاشون اونجور نبودن که فقط قرآن که تمام میشد، تمام بود کارشون بعضیا شروع میکنن کتاب خونی کتاب خونیشم اول با کتاب موش و گربه عبید زاکانی شروع میشد بعد از اون توی خانه ما اینها بعضی از مکتب ها گلستان سعدی و دیوان حافظ میذاشتن بخونن مکتب خانه ها البته به گذشته دورترشون اگر برمیگشتیم زمانی که هنوز نظام آموزش مدارس نوین خیلی دایر نبوده علاوه بر آموزش قرآن آموزش ریاضیات، نجوم، بوستان و گلستان سعدی هم در برنامه‌شون بوده برخی از این مکتب خانه ها با آموزش خط فارسی در واقع سعی می کردن که
نوآموزان خودشون رو با بهترین شیوه در واقع خط فارسی که معمولا خط نستعلیق یا خط نسخ یا شکسته نستعلیق بود آشنا بکنن. ما خودم میشه به بابو یادم میدادم خودم بابو ما کات خدا به خدا بیاموزتش دستم میداد میداد خدا بدنه تا که بیشم خود مخواه بازی کنه میرفتم بازی کردن. یه وقتی میمم میگفت که بیاد نام چه قخون پولی وقت نشد و کتاب هشیدم حسن و حسین و آقبال دین و هیدر بیک و بعدشن حافظ و این کتاب رو یادم داد وقتا اینو دست های حالی نبود. بردون پیشیت دیه مولا پیرو خدا بیامرزه همشون مولا حاجی مولا زهرا بود دخترش هم پیرزا مرد خدا رحمتشو کنه. این حاجی مولا زهرا مولا کتابون بود کتاب خزانه بره و هدیه کرد و بردون اونج کتاب خزانه مولا یادون میداد. بعد کتاب خزانه دوار اردون بشه مولا فاطمه سرقا گفت دا سهر یادشته دو دا سهر شو یادشته دو نمیدونم هرچی که دعا بود دوباره پیش مولفان مسرقا یاد گرفته. مدرسه او روزا اینطور بود که تنبیه گهگاه میشد یا خیلی میشد. منم چون بچه فرزند اون موقع فرزند یکی بودم مدرسم نگذاشتند گذاشتند یک مکتب خونه دیگه ای که اون مکتب خونه هم پسر بودند هم دختر. پسرها را تقریبا 7-8 سالی دیگر راه نمیدادند. دخترها بودند بزرگ. چرا بودند؟ به خاطر اینکه غالبا اینایی که میمدن این مکتب خونه اگر میرفتن مدرسه باید کم حجاب برن بی حجاب برن و مردم متنفر بودند از این کار و لذا بچه‌هاشون رو میگذاشتن این مکتب خونه این مدلا. اینا 4 نفر بودند. 4 نفر بودند زنهایی بودند که بسیار موقر و سنگین و متین و یک ببخشید بگم یه استاد دانشگاه با سلابته با وقاره همه دوستشون می‌داشتن بدون اینکه مثلا خدای نکرده تنبیهی باشه ابدا ولی که در این حال اقتدارم داشتن. اونجا که رفتم تقریبا تا 8 سالگی تقریبا اونجا معراج السعاده عرض می شود که حافظ سعدی و کتاب های دور ابتدایی هم اونجا درس می دادن. پوچانی بیدادن اون حافظ خونده بود و انشای جدید وقتی رفته بود مدرسه 7 سالش بود همه چی بلد بود معلم نوشته بود درس مال اون نوشته بود زیرش غلط است دست مال. من اینو مثلا بودم و قرآن و حافظ که بخونه انشایشون خوب میشه انشای جدید دستشون میدادم خط شکسته و سیاقی و حساب و اینا سیدال انشای نو دخور اینا را یادشون میدادم بشاره قرآنش را جا میخوندن حافظ دستشون میدادم که بار ثبات چند حافظ که بخونه سواد دادم. من نه مدرسه نرفتم نه اینجا فقط قرآن و حافظ همشم بلدم هم نوشتم هم خوندم. دخترهای خانواده های مذهبی معمولا به مدرسه نمی رفتن چون مدرسه اونجا بنا بود بی حجاب باشن نا بچه ها مثلا از همون 7 سالگی سعی می کنن خانواده مذهبی بچه هاشون رو با حجاب آشنا کنن و با حجاب بگردونن برای بریم مدرسه نمی رفتن. اون وقت بعضی ها خونگی سعی می کنن از یک کسی یاد بگیرن از جمله پدر من چون وقت دبستان داشتن روحانی بودن و دبستان داشتن عصرها که می اومدن خونه چند تا از دخترای جوان که مال همسایه‌ها و اقوام بودن اونجا می اومدن و پرویشون ادبیات می خوندن ریاضی یاد می گرفتن و حتی من یادمه که جغرافیا هم را به اونا یاد می دادن. این نوع آموزش هر چند ممکنه با پاره ای از روش های آموزش نوین مغایرت داشته باشه ولی یک حسن بسیار خوبی داشت و حسنش این بود که کودکان غالبا در سن 3-4 سالگی به مکتب خونه می رفتن و وقتی به مدرسه پا می گذاشتن حروف فارسی رو هم به خوبی می شناختن و از یک اعتماد به نفس فوق العاده ای در
آموزش زبان فارسی برخوردار بودند و لذا تا پایان دوره تحصیلشون همیشه چند قدمی از سایر همکلاسیانشون که مکتبخانه رو تجربه نکرده بودند جلوتر بودند. مکتبخانه قدیمی از نظر درآمدی مالی قابل توجه نبود. البته بعضی از مکتبخانه از جمله که تا اینجا که من میدونم پدر بزرگ من در همون 120 سال پیشتر یه مختصری نقدی از خانواده میگرفتن. خب معمولا مکتبخانه ها مؤسسات آموزش خصوصی بود و خونی بنیاد بود و طبعا کسانی که میرفتن اونجا آموزش قرآن ببینن باید که هزینه مربی اونجا رو خودشون میپرداختن. پرداخت این هزینه به اصطلاح مربی هم هرچند در این اواخر نقدی بود و از طرف اولیاء بچه ها پرداخت میشد، ولی قبلترش هر کسی متناسب با کسب و کاری که داشت ممکن بود به نحوی جبران بکنه خدمات مربی رو. اولی که به چاشنا میوردن یا تو قنبر من میوردن یا الهم میرسید یا بعض پر نقل میوردن و نقل نکردن به چاشنا یا تن قنبر من میوردن امه میرسدن یا نقل میوردن یا تخمه میوردن یه چیزی میوردن و میرسدن رو تر به چاشنا من و قنبر رو میوردن الهم یا یاسی میرسدن همگی می رسیدن هیچی هم مخوندن وقتی که رونی همگی هم مخوندن می رسیدن که رونیش باز بکنن من زبان خودم بگم این وقت دوره مثلا نقل و شکلات و مثلا شکلات و روزا پرین نبود نقل را می یه جوز بگی یه چیزین برای مولا می یوردن یه حال این نقل سر بچه خودشون می رختن و بچه های دیگه جمع میکردن و دور میرفتن و جمع میکردن. ما خودم که میرفتیم مولا اون برای خون مخون میگفت که عبسه که به عبسه که میرسه پم برسه، یعنی پم ببرم برای مولا برای شیرینی که قرآن در یادشون میده. چون وقتا خب پول نمیگرفتن، چیزایی که مثلا هدیه میدادن میگرفتن. نوزاد که میرسیدن میگفتن و نوزاد ام میرسه. بعد از ولفرج عید و نوروز اگه میشه در جزوی مثلا حالا رسم چی بود نخود کشمش میوردن یک موش مثلا دوباره سوره تباره که میرسید از سری دو جزمه اونجا هم نقلشون میکردن. فقط قرآن که جا مخوندن این رسمش بگه یکی چادر برای مولا میوردن و بعد هم که هر جزئی میخوندی بخصوصا سوره یاسین هشت جز را که خوندی یک به حساب اروزا نقلت میکردن، نقل سرت میریختن، قرآن را باز میکردن و هر چی رو قرآن این نقل ریخته بود برمیداشتن. یعنی یک قداست خاص قرآنی در بوتون هر بچه ای ایجاد میشد. کسی که کاپ ورزشی میگیره الان چه حالتی داره؟ کسی که جایزه یه چیز میگیره برای بچه یه پنج ساله، شش ساله یا این حدود وقتی که میگن که فلان من نقلش کنم تو خونه بهترین لباسا برش میکردن، خیلی آراستش میکردن، میوردن اونجا. من یادم مثلا دخترم میدن اصل لباسای خیلی زرق و برق دار برشون میکردن که خب این جشنی حساب میشد. بچه های دیگه هم میگفتن فردا فلانی رو برای نقل کنن، معمولا دو تا سه تا رو با هم نقل میکردن. وقتی میگفتن فلان رو نقل کنن بچه های دیگه هم سعی میکردن که مثل حضور در آداب و مراسم با لباس های شایسته حاضر بشن. این مایه هایی که ملا اولی گرفته بودم و بعد این مکتب خونه گرفته بودم این بود که من 7-8 سالی رفتم دنبال کار تا 18 سالی. 18 سالیگی با دوستانم صحبت کردم، مدرسه نرفته بودند که بریم کلاس ششم امتحان بدیم و اگر که قبول شدیم، قبول هم نشدیم. این از این ملا بودن، اون چه میخوام عرض کنم اصلش از این ملا بود. بعد وقتی امتحان دادیم قبول شدیم. همون مدرسه که بار رنگ زشته بودن نزدیک منزلم بود، رفتم گفتم که به معلم نیاز داری؟ چون اون موقع معمولا معلم ها تصدیق کلاس ششم داشتن، بعضا هم ممکن بود سیکلی یا دیپلومی داشته باشه، معمولا اینطور بود. رفتم گفتم و گفتند که خبر میدم و خبرم دادن. روز اول مهر رفتم سر کار. صبح اولی که رفتم من رسما کلاس نیده بودم، معلم نیده بودم، هم شاگردی و شاگردان نیده بودم. وقتی رفتم مشغول صحبت شدم و درس رو شروع کردم و خودم کمی از حوزه درس های حوزه خونده بودم
و کلاس ششم هم امتحان داده بودم. در مکتب خونم مطالعه داشتم، هم حافظ و هم سعدی و هم کتاب های مدرسه. و یک سال معلم بودم، 7 و 8 و 9 را خوندم و امتحان دادم. مایه از مکتب خونه بود، از به حساب ملا بود و معلم بودم و سیکل گرفتم. سال بعد 10 و 11 را خوندم، معلم بودم و امتحان دادم، قبول شدم. سال بعدش معلمی رفتم، دولتی شدم و تربیت معلم را از خارج خوندم و معلم شدم. منظورم کلش این بود که اون ملای عروض و مکتب خونه عروض من را مدارا به ملای مد آنچنان تربیت کرده است که از عروض 7-8 سالگی تا دیشه و پریشه و این شبهای گذشته، امشب نمیدانم چه بشود، حتما باید مطالعه کنم. حالا من خواهش میکنم که انشاءالله هر کسی دیم هم میشنوه، هر که میدونه، هر که میتونه، تا یکی آیم ها این هیچ قرآن یاد گیره گه میشه که الان حالا مثلا یکی دورشه کسی قدیمی نگر میدارن که نگر قدیمیه این بچیدی شکستی که میگم این قدیم یا این کلام قرآن هیچی قدیم یا از یاد مردم نره، بدون اگه مولای قدیم چه قضامت کشیده تا این هیچی یاد گرفتن. این هیچی اگه بتونم مردم بخونم خیلی باسواده هستن، خیلی چیز دارم. میگم بچه خودم فوقلیس آسا نمیتونست بخونه، ولی سعی میکنه که یاد گیره، انشالله که یاد گیرم. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن على ذلك من الشاهدين و شاکرین و الحمد لله رب العالمین. مهیمنا و نبی و ولی و هر دو پسر و آبدین و باقر امام دین جعفر و موسی و رضا و تقی و هم و نقی و عسکری و مهدی و سی پیغمبر صلوات بر فساد اللهم صل على محمد. گناه ظاهر و پنهان ما که بی حد است، بزرگوار خدایا تو از همه بگذر. رکاب بوسی و بیکن تو ای خدای جهان، تو والدین کبیر و صغیر رحمت کن، تمام را ذکرم مستحق به جنت کن انشاءالله. ای کرب و بلا فدای توق و علمت، قربان کبوتران دور حرمت، گویند که کبوتران بیشک ملکن، قربان مجاوران دور حرمت. سبحان الله عرش و کرسی، 9 چیز همه را مدد فرستید، ایمون و امون و تندرستی، عقل و ادب و خدا پرستی. قل هو الله رجا، نام بزرگت همه جا، ما را از این غم فرجا، الفرجا یا فرجا، برحمتک یا ارحم الراحمین.